گزارش دیگر در معرفی یکی دیگر از چهره‌های فرهنگی و آموزشی در ایران داریم، مربوط به دکتر ناتل خانلری. از شما دعوت می‌کنم به این گزارش توجه کنید. از جمله معلمان سرشناس ایران، دکتر پرویز ناتل خانلری است، معلمی که علاوه بر تدریس، ادیب پژوهشگر و نویسنده و شاعر سرشناس نیز بود. آقای خانلری در سال 1292 در تهران بود و پس از تحصیل در دارالفنون و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس در دبیرستان‌های تهران پرداخت. در سال 1322 او از جمله اولین دریافت کنندگان دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. بعد از سفری به فرانسه در سال‌های 1341 و 42 او وزیر فرهنگ شد و بعدها سابقه ریاست بر فرهنگستان ادب و هنر و مدیر کلی سازمان پیکار با بی‌سوادی را نیز داشت. آقای خانلری همچنین پژوهشکده فرهنگستان را بنیاد نهاد که روش تحقیق نوین را به دانشجویان می‌آموخت. ماندگاری نام خانلری به واسطه فعالیت‌های فرهنگی او بود. در سال 1344 او بنیاد فرهنگ ایران را تأسیس کرد که بیش از 300 کتاب از مفاخر فرهنگ ایران توسط این بنیاد منتشر شد. خانلری همچنین 35 سال مجله سخن را نشر داد که برای نویسندگان ایرانی دریچه‌ای را به ادبیات جهان می‌گشود. دکتر خانلری را بنیانگذار دستور زبان نوین فارسی می‌شناسند. بعد از انقلاب 1357 دکتر خانلری بازداشت شد و پژوهشکده‌هایی که تحت ریاست او بود منحل و مصادره شد. او مدت‌ها زندانی بود و آزار جسمی بسیاری را تحمل کرد تا اینکه در شهریور 1369 در سن 77 سالگی درگذشت. شعر عقاب یکی از ماندگارترین آثار دکتر خانلری است. سوی بالا شد و بالاتر شد، راز با مهر فلک همسر شد. لحظه چند در این لوح کبود، نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود.